های دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظر ام ام ای، درود بر شما. از گونه بله منتظریم تا پرچم کشورمون عوض بشه به روی تابلو، حالا درست میشه. خب دوستان، از گونه ترکیه در خدمت شما عزیزان هستم. مسابقات قهرمانی همبستگی کشورهای اسلامی پنجمین دورش در حال برگزاری هستش. دلاور کشورمون مجتبی گلج، دلاور مازنی ما با دانده آبی در کشتی سومش، کشتی نیمه نهایی در مقابل کشتیگیر از قزاقستان با دونده قرمز قرار گرفته ابراگیموف. ببینیم در مقابل ابراگیموف چه میکنه دلاور کشورمون. مثل همیشه گلدور و پرتبان رو به جلو، دستش بهتر داره کار میکنه. ببینین تماشاچی عزیز میره کنار، یکی دو بارم بهش تذکر دادیم ولی خب یه جورایی یکی دو بارم مانع کار ما شد. میگه چشمو ولی خب دوباره کوتاشک کنایه، فکر میکنم که قرقیزا دارن کشتی میگیرن. اینم یه لحظه حالا میره که کنده کشی کنه، اجازه بهش تذکر دیم که بنشینه. خب حالا کشتیگیر ماست که ابراهیموف رو خاک کرده، میره که بتابونه بارنده آزمایی، مراقب باش خودش. یه لحظه رو پل گیر کرد، تابوت خودش دوباره رو کرد، یکم امتیازم باید به ما بدن. ببینیم نتیجه کشتی باید تو دارن 3-2 باشه، هنوز 2-2، یک امتیازم باید بده. بله اینجا ثبت میشه بروی تابلو، نتیجه کشتی حالا 3-2 میشه به سود دلاور مازنی ما مجتبی گلج. کشتی نیمه نهایی هست، برنده این دیدار به فینال راه پیدا میکنه. امیدواریم کسی نباشه به جز مجتبی گلج دلاور کشورمون. کشتی اولش قرقیزستان رو 10-0 شکست داد، کشتی دوم تاجیکی رو محمد بگوفه تاجیک رو 10-0 در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید. امیدواریم که ابراهیموف قزاق رو هم شکست بده و به فینال راه پیدا کنه. دلاور کشورمون همچنان تحت تعقیب گذاشته کشتیگیر قزاق رو. دست و پای پرقدرت و گلدوری داره دلاور کشورمون. سال گذشته در قهرمانی این جهان فقط به اسنایدر کشتی رو واگذار کرد و برنز جهان رو گرفت. رو سرگردن حریف همچنان داره کار میکنه، رو به جلو. این میتونه حتی شه خارجش کنه یا نه، مثل بولدوزر داره گلش میده. خستگی ناپذیر گلج واقعا با کشتیگیران نامی و بزرگ دنیا کشتی گرفته. 6 دقیقه سنگین، این کشتی ها واقعا در سطح گلج نیست، فراتر از آسیاست برای کشورمون. بله اینجا پیش میندازه و خاک میکنه، یه دوتایی دیگه میگیره. بریم میره برای بارانداز یا نه، اشتیاقی نشون نمیده برای بارانداز. اینجا کشتی حالا 5-2 میشه، 1 دقیقه تا پایان 3 دقیقه اول کشتی زمان داریم. ببینیم مثل حریف های قبلیش میتونه با امتیاز عالی شکستش بده یا نه. همچنان رو به جلو، دستش بهتر داره کار میکنه، حتی میتونه تذکر کمکاری هم بدن به دونده قرمز. ابراهیموف قزاق یک پایده گست میکنه، از همون بغل میشینه برای مچه پا، ولی کشتی قزاقی که خیمه سنگین زده میره برای کنده کشی. ببینیم میتونه بتابونه یا نه، هنوز نتونسته. حالا خودش یه لحظه رو پل گیر میکنه، با گلدوری تحت فشار گذاشته کشتی قزاق رو. حالا کشتی قزاق سعی میکنه حتی شک خارج بشه. یه لحظه حالا با کیک بنداز رو جمع جور کرد ولی نه، هر دو کشتیگر توش خارج میشن. نتیجه کشتی 7-2 میشه. حالا دلاورانه داره کشتی میگیره، گلدور داره کشتی میگیره. ابراهیموف یک بایدی یه زیر از راه دور تو برگشت گلجشه جریمش میکنه و 2 امتیاز میگیره. یه با انداز یکی دیگه بزنه کار تمومه، نتیجه کشتی 9-0 میشه. 11-13 تموم میکنه کار رو، 13-2 مثل کشتی های قبلیش با اقتدار کشتی رو به نفع خودش تمام کرد و به فینال راه پیدا کرد. تبریک میگیم دلاور کشورمون، امیدواریم در فینال هم یه کشتی زیبا بگیره و طلا این دور از مسابقات رو به گردن بندازه که لیاقتش فراتر از طلای همبستگی کشورهای اسلامی و آسیا است. خب دوستان تبریک میگیم دلاور کشورمون، با لایک و کامنتاتون خستگی حتی این دلاور کشورمون و بنده حقیر به در میکنید. تا دور دیگر، بدرود دوستان.